حمایت فراحزبی پارلمانترهای انگلستان از گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس در روز جمعه ششم تیر برابر با 27 ژوئن. نیویورک تایمز، انتخابات عراق. بسیاری از مقامات ارشد آمریکا امیدوار بودند که ببینند مالکی برود. مالکی کشور را تجزیه کرده و در آستانه یک جنگ داخلی قرار داده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. نقطه تمرکز ما روی متحد کردن کشور از طریق تشکیل دولت جدیدی است که توسط همه جوامع عراقی مورد حمایت قرار بگیرد. اعتراضات فراکسیون‌های عراقی به تقلب‌های انتخاباتی توسط دولت قانون مالکی. شکست تهاجم نظامیان مالکی به رمادی. سرنگونی یک هلیکوپتر و منهدم شدن 19 خودرو و زرهی. کارزار جهانی برای حفاظت لیبرتی. گزارش‌هایی از سوئیس و نروژ. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت. وحشت از توانمندی مقاومت و عجز و لابه رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری و وزارت خارجه رژیم برای استرداد مجاهدین. فراخوان به آمریکا و ملل متحد برای محکومیت این درخواست و اقدام فوری برای حفاظت مجاهدان لیبرتی. فراخوان عفو بین الملل برای توقف اعدام دو زندانی سیاسی از هموطنان عرب. جنگ گرگ‌ها بر سر زهر اتمی. باند خامنه‌ای. اظهارات جواد ظریف و حسن روحانی که توافق را با صراحت و قاطعیت دستیافتنی می‌دانند، چراغ سبز برای طرف غربی است. چرخ سانتریفیوژها از کار افتاد، اما در باغ سبز گشوده نشد. دیدار احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه. تأکید اولاند بر به رسمیت شناختن ائتلاف ملی سوریه به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور و تسخیر چند موضع نظامیان اسد در منطقه راشدین حلب توسط رزمندگان سوری. حمایت فراحزبی پارلمانترهای انگلستان از گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس جمعه ششم تیر 27 ژوئن. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران که از حمایت فراحزبی اکثریت نمایندگان پارلمان و بیش از 200 عضو مجلس اعیان این کشور برخوردار است، حمایت خود را از گرد همایی عظیم ایرانیان در ویلپند در روز جمعه ششم تیر و اهداف آن اعلام کرد. لورد کارلایل از اعضای برجسته مجلس اعیان از حزب حاکم لیبرال دموکرات و دیوید ایمس از اعضای برجسته مجلس نمایندگان از حزب حاکم محافظه‌کار که ریاست مشترک کمیته پارلمانی انگلستان برای ایران آزاد را به عهده دارند، این حمایت را در یک بیانیه مشترک اعلام کردند. کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران در حمایت خود از برگزاری گردهمایی مقاومت ایران اعلام کرد، در این گردهمایی عظیم سیاستمداران و ایرانیان از اقصی نقاط جهان در یک موضع مشترک علیه نقض حقوق بشر در ایران و در حمایت از مخالفین ایرانی در کمپ لیبرتی در عراق
گرد هم خواهند آمد. این کمیته که از حمایت سرشناسترین و مهمترین اعضای هر دو مجلس انگلستان از جمله خانم بارونس بوتروید سخنگوی پارلمان برای سالهای متمادی و از اعضای فعلی مجلس اعیان لورد آلتون از سرشناسترین مدافعان حقوق بشر این کشور و لورد دالاکیا معاون رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات برخوردار است در فراخوان خود افسود در دوران روحانی تغییری در ایران صورت نگرفته است در حالی که عده‌ای روحانی را مدره توصیف کردند در حقیقت او حامل بدترین دوران سرکوب و بیرحمی از جانب رژیم بوده است در سال 2013 بیش از 660 اعدام به طور رسمی در ایران اعلام شد که دو سوم این اعدام ها در دوران روحانی رخ داده است بیانیه نمایندگان پارلمان انگلستان در حمایت از گردهمایی شش تیر و اهداف آن خاطرنشان ساخته است این گردهمایی مبین و بارز کننده حمایت فزاینده از تغییر دموکراتیک در ایران توسط مردم این کشور است و از جامعه جهانی خواستار تأمین حفاظت بین المللی برای ساکنان لیبرتی است اشرفی هر جا که هست اشرف جاوید و زنده است اشرفی هر جا که هست اشرف جاوید و زنده است لیبره لزو تاش دش توت سوی توت سوی بر بر خامنه ای لعنت بر خامنه کم لیبرتیز پروتکشن ایزیو این آمیکیشن کم لیبرتیز آن سیکریته کریم کونس رومن نو مور اتک نو مور دیت کم لیبرتیز پروتکشن This is beyond monkey. Take action, take action. Ready seven hostages. Now, now, now. خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست ارتش آزادی بخش پاسخ آخر ماست خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست ارتش آزادی بخش پاسخ آخر ماست اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 31 اردیبهشت 1393 وحشت از توانمندی مقاومت و عجز اللابه رئیس قوه قضاییه وزیر دادگستری و وزارت خارجه رژیم برای استرداد مجاهدین فراخوان به آمریکا و ملل متحد برای محکوم کردن این درخواست و اقدام فوری برای حفاظت مجاهدان لیبرتی رسانه‌های حکومتی در 28 اردیبهشت اعلام کردند آخوند صفاک صادق لاریجانی رئیس قضاییه ولایت فقیه که مسئول مستقیم اعدام‌های روزمره است در ملاقات با رئیس شورای عالی قضایی عراق درخواست کرد اعضای سازمان مجاهدین در عراق به ایران بازگردانده شوند تا محاکمه عادلانه شوند زیرا اگر محاکمه نشوند خلاف عدالت است سردشیم قضایی رژیم مقدمتاً و ملتمسانه به مرثیه خانی آخوندی پرداخت و گفت مجاهدین کسانی بودند که رئیس قضاییه و دادستان کل ما را ترور کردند ما 17,000 شهید ترور داریم و به همین دلیل در چارچوب موافقتنامه استرداد مجرمین
تقاضا داریم مجاهدینی که در کشور عراق حضور دارند به ایران بازگردانده شوند. دو روز بعد در 30 اردیبهشت وزارت خارجه فاشیسم دینی هم به دستور خامنه‌ای به این موضوع پرداخت و سخنگوی آن با اشاره به شکنجهگران و پاسداران به هلاکت رسیده گفت: در گفتگوهای بین مسئولان ایران و عراق موضوع مجاهدین مطرح است. آنها یک گروه تروریستی هستند که بیش از 17,000 تن را به شهادت رساندند. ما همواره از دولت عراق خواسته ایم که آنها را تحویل دهند. این موضوع از طریق مراجع دیگر هم دنبال می شود. وزارت خارجه به سهم خود این موضوع را در دستور کار دارد و از طریق مراجع زیرفت این موضوع دنبال می شود. در 21 اسفند گذشته در جریان سفر خانم اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی به تهران، آخوند لاریجانی در تلویزیون رژیم گفت: ما 17,000 شهید داشتیم که اینا ترور شدن توسط همون افرادی که شما اخیراً اونها را آزاد کردید و از لیست تروریست بیرون آوردید. در 11 اسفند نیز آخوند پور محمدی وزیر دادگستری رژیم که از سرکردگان قتل عام 30,000 زندانی سیاسی است، در ملاقات با وزیر دادگستری عراق خواستار استرداد مجاهدین در چارچوب موافقتنامه استرداد مجرمین بین دو کشور شد. آخوند لاریجانی نخستین بار در 5 مهر 91 همزمان با خروج مجاهدین از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا به عنوان رئیس قوه قضاییه و بالاترین مقام قضایی رژیم در جلسه مسئولان عالی قضایی آخوندها افسار پاره کرد و با آشفتگی و اعتراض شدید به تصمیم دولت آمریکا اعلام کرد: این گروهک بیش از 17,000 نفر از عالی ترین مقامات را به خاک و خون کشیدند. به دولت آمریکا اخطار می‌کنیم که بدانند دولت ایران هرگز از جنایات گروهک صرف نظر نخواهد کرد و از دولت و وزارت امور خارجه نیز می‌خواهیم این اخطار را به نحوی صریح به دولت آمریکا منتقل کنند. درخواست‌های مکرر و ابلهانه سرکرده قضایی حکومت آخوندی و تکرار آن توسط عجزه نظام برای استرداد پناهندگانی که مشمول حفاظت بین المللی هستند، قبل از هر چیز بیانگر ترس و وحشت فزاینده رژیم از خشم و نارضایتی فراگیر اجتماعی و توانمندی و جایگاه مقاومت سازمان یافته مردم ایران، به ویژه پس از تحمیل زهر اتمی به این رژیم ضد انسانی است. یک مدیر کل پیشین وزارت خارجه رژیم اخیراً در این باره گفت: پرونده هسته‌ای ما قدمت طولانی دارد و زمانی مناقشات هسته‌ای شروع شد که سازمان مجاهدین خلق فعالیت‌های هسته‌ای را فاش کرد و از آن زمان بود که فشارهای بین المللی علیه کشور ما آغاز شد.
به جرأت میتوان گفت مهمترین چالش کشور ما در 10 سال گذشته در روابط خارجی موضوع پرونده هسته‌ای بوده. جاوید قربان اغلی، خبرگزاری سپاه پاسداران، 21 اردیبهشت 93. رژیم بحران زده ملایان که این وضعیت را زمینه ساز و راهگشای سرنگونی خود به دست جوانان و رزماوران ارتش آزادی در سراسر میهن میداند، به موازات اعدام و کشتار در داخل کشور مذبوحانه تلاش میکند تا با سرکوب مجاهدین در زندان لیبرتی که الهام بخش مبارزات مردم ایران هستند، این سرنوشت محتوم را به تأخیر بیندازد. رژیم دم از اجرای عدالت میزند که 120 هزار تن از فرزندان برومند ملت ایران را اعدام کرده و به خاطر نقض وحشتناک حقوق بشر تا کنون 60 بار در سازمان ملل محکوم شده است. در سال 1367 خمینی شخصا فتوا و دستور داد کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پای فشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند. طبق همین فتوا 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شدند. به گفته بارونس بوتروید، رئیس پیشین مجلس انگلستان، بعد از جنگ جهانی دوم این بزرگترین جنایت علیه بشریت بود که کیفر داده نشده باقی مانده است. مردم و مقاومت ایران پیوسته خواستار ارجاع این پرونده به دادگاه جنایی بین المللی و محاکمه سردمداران رژیم بودند. دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران همچنین از مرداد 1388 تا به حال در کمتر از 5 سال در 20 فقره حملات زنجیره‌ای زمینی و موشکی به اشرف و لیبرتی که از طریق مزدوران و حکومت دستشاندهش در عراق ترتیب داده 116 تن را به شهادت رسانده، 1375 تن را مجروح کرده و 7 نفر را به گروگان گرفته است. علاوه بر این 20 نفر را هم در محاصره پزشکی زجر کش کرده است. درخواست نفرت انگیز و غیرقانونی استرداد مجاهدان لیبرتی از سوی رژیم آخوندی خشم و اعتراض بین المللی را برانگیخته است. از جمله وزیر هیو رابرتسون از وزارت خارجه انگلستان در پاسخ به اعتراض‌های پارلمان این کشور در 10 اردیبهشت نوشت: ما نگرانی‌هایمان در رابطه با این گزارشات را با دولت عراق مطرح کرده و از آنها خواستار توضیح شده‌ایم. آنها تایید کردند که این مسببه شامل ساکنان کمپ لیبرتی نمی‌شود. این مسببه موافقت‌نامه برای آن طراحی شده که برگشت زندانیان ایرانی را که مرتکب جرم شده و در عراق بازداشت هستند به ایران و بالعکس ترتیب بدهد. مطابق قوانین عراق ساکنان کمپ لیبرتی زندانی به شمار نمی آیند و بنابراین نمی توان آنها را مطابق این مسببه به ایران استرداد کرد. با این حال ما از طریق سفارتمان در بغداد به مانیتور این موضوع و وضعیت در کمپ لیبرتی به طور عام‌تر ادامه خواهیم داد. ما به مطرح کردن موضوعات با دولت عراق و ملل متحد هر جا که لازم باشد ادامه خواهیم داد. همچنین کمیساری‌های عالی پناهندگان ملل متحد در 16 اردیبهشت در بیانیه خود تصریح کرد کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد مجدداً بر این تأکید می‌کند که ساکنان کمپ لیبرتی مشمول حفاظت علیه اخراج یا بازگشت اجباری به هر محلی هستند که زندگی یا آزادی آنها را به خطر بیندازد. یادداشت تفاهم بین دولت عراق و ملل متحد صراحتاً برخورداری ساکنان از اصل نان رفولمان، عدم انتقال و اخراج و بازگشت اجباری را به رسمیت می‌شناسد. به گزارش خبرگزاری های سپاه پاسداران، جهاد دانشگاهی و بسیج کارگری رژیم در 28 اردیبهشت 93، رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز به لاریجانی گفته است موضوع مجاهدین جنبه های سیاسی دارد.
وی موضوع را به دولت عراق و سازمان ملل ارجاع داده تا با همکاری آنها با یکدیگر مسئله برطرف شود. پیداست که منظور بیرون رفتن مجاهدین از عراق و انتقال آنها به کشورهای دیگر با همکاری سازمان ملل است تا نگرانی رژیم برطرف شود، چرا که مسئله رژیم هیچگاه ماهیت حقوقی و قضایی نداشته و با کابوس سرنگونی سیاسی آن عجین است. دیروز 30 اردیبهشت سخنگوی شورای عالی قضایی عراق که رئیس این شورا را در سفرش به تهران همراهی می کرد به خبرگزاری ملی عراق گفت پرونده سازمان مجاهدین خلق در عراق را قوه قضاییه عراق تعیین نمی کند، بلکه این دولت‌های ایران و عراق هستند که این پرونده را بین خودشان تعیین تکلیف می کنند، چرا که این موضوعی با ویژگی سیاسی است. این موضوع در صلاحیت قوه قضاییه عراق نیست. مقاومت ایران درباره نیات رژیم آخوندها و دعاوی و اظهارات رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری و وزارت خارجه آنها هشدار می‌دهد و دولت آمریکا و ملل متحد را که بارها و به صورت مکتوب نسبت به امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی متعهد شده اند به محکومیت این اظهارات و اقدام فوری و مؤثر در حفاظت از ساکنان لیبرتی فرا می‌خواند. سکوت در مقابل این اظهارات که همه قوانین و معاهدات معتبر بین المللی را نقض می کند، رژیم و دست نشاندگانش در عراق را در اقدامات غیرقانونی و ضد انسانی تشجیع می کند. جنگ گرگ‌ها بر سر زهر اتمی، کیهان خامنه‌ای. چرخ سانتریفیوژهای فردو از کار افتاد، اما در باغ سبز گشوده نشد. عجیب است که روحانی بگوید کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی شود، اما خود از همان موضع رفتار کند و هنوز در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی باشد. با اتمام دور چهارم مذاکرات هسته‌ای بین رژیم آخوندی و گروه 5 به علاوه 1، دور جدیدی از جنگ گرگ‌ها شروع شده است. در این باره کیهان خامنه‌ای در یادداشت روز سه‌شنبه خود نوشت: روحانی رئیس جمهور مدتی است هرچند از اعتدال سخن می‌گوید، اما بعضن از سر اعتدال حرف نمی‌زند. گاه به منتقدان تندی و پرخاش می کند، گاه ادبیات تهدید را به کار می بندد. اکنون یک سال از آن روزی که روحانی آمریکا را کت خدا اعلام کرد سپری شده است. وی روز 23 اردیبهشت 92، یک ماه مانده تا انتخابات، در دانشگاه صنعتی شریف گفت مذاکره با آمریکا راحت تر از مذاکره با اروپا است، چرا که اروپایی ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند، اما آمریکایی‌ها به قول معروف کت خدا هستند. پس اگر با کت خدا ببندیم راحت‌تر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین‌تر برویم. اوباما و دیگر دولت مردان آمریکایی در این مدت بیش از 10 بار گفتند همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. 3-4 بار نیز آمریکا، انگلیس و برخی دولت‌های اروپایی بر تعداد شرکت‌های تحریم شده طرف همکار نظام افسودند. اوباما تصریح کرد شاکله تحریم‌ها سر جای خود باقی می‌ماند، در حالی که ما برای اولین بار در طول 10 سال اخیر موفق شدیم پیشرفت هسته‌ای رژیم ایران را متوقف کنیم. جان کری فردای توافق ژنو به لندن رفت و همانجا گفت هدف ما از مذاکرات ژنو برچیدن برنامه هسته‌ای رژیم ایران است، و معاون وی صراحتاً ژن نظام ایران را فریبکار دانست. کت خدا اعلام کرد برای فرستاده ویژه روحانی، حمید ابوطالبی نامزد تصدی نمایندگی نظام در سازمان ملل ویزا نمی دهد. وعده بازگرداندن احترام پاسپورت ایرانی کجا
و معامله‌ای که کابوی میانه رو و مؤدب داستان ما با پاسپورت نماینده ویژه کرد و هیچ جوابی هم نگرفت کجا؟ چرخ سانتریفیوژ های فوردو از کار افتاد، اما در باغ سبز گشوده نشد و کسی ندید تکانی در چرخ صنعت و اقتصاد پیش آمده باشد. دلارهای بلوکه شده ما مثلا از کره جنوبی به فلان حساب ما در سوئیس رفت و این بار در سوئیس بلوکه شد. 8 ماه مسیر اعتماد سازی یک طرفه تنها بر گستاخی و طلبکاری آمریکا افزود. باند خامنه ای روحانی به صراحت اعلام کرد مذاکرات با 5+1 در نهایت به توافق خواهد رسید. این یعنی تعجیل در به توافق کشاندن پرونده هسته‌ای. اظهارات جواد ظریف و حسن روحانی که توافق را با صراحت و قاطعیت دست یافتنی می‌دانند، تنها یک چراغ سبز برای طرف غربی است که بداند نظام به هر وسیله‌ای حتی یک توافق بد حاضر به امضای سند است. یک رسانه وابسته به باند خامنه‌ای نوشت حسن روحانی که در نشست با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی سخن می گفت، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز نخواسته به دنیا دروغ بگوید و امروز نیز به دنبال آن نیست، به صراحت اعلام کرد مذاکرات با 5+1 در نهایت به توافق خواهد رسید. این صراحت در به نتیجه رسیدن در توافق میان نظام و 5+1 یعنی نوعی تعجیل در به توافق کشاندن پرونده هسته‌ای. در این شرایط اظهارات محمد جواد ظریف و حسن روحانی که توافق با 5+1 را با صراحت و قاطعیت دست یافتنی می‌دانند، تنها یک چراغ سبز برای طرف غربی است که بداند نظام به هر وسیله‌ای حتی یک توافق بد حاضر به امضای سندی با طرف روبروست، که این نکته نه تنها از قدرت مانور نظام میکاهد بلکه طرف غربی را نیز به اعتماد به نفس بیشتری میرساند. گفته میشود زیاده خواهی طرف غربی و نیز شرایط آنها برای برداشتن تحریم ها به شرح زیر است. 1. درخواست از ایران برای کاهش 14,000 تایی تعداد سانتریفیوژ های فعال خود که این امر تقریبا صنایع هسته‌ای کشور را در حد تحقیقاتی تقلیل می‌دهد. 2. از بین بردن تعدادی از موشک‌های بالستیک پیشرفته کشور و همچنین تقلیل برد برخی دیگر از این نوع موشک‌ها. 3. کاهش سطح همکاری‌ها با حزب‌الله لبنان و قطع حمایت‌های نظامی سیاسی با حکومت سوریه و شخص بشار اسد. 4. برداشتن تدریجی تحریم‌ها در یک بازه زمانی 10-15 ساله که تقریباً امری محال و دور از دسترس است. با توجه به موارد ذکر شده معلوم نیست که تیم مذاکره کننده و شخص رئیس جمهور چگونه می‌خواهند به یک توافقنامه خوب با طرف غربی دست یابند و آیا اظهارات اخیر آنها که نشان از پذیرش توافق با هر شرایط ممکن است طرف غربی را امیدوار به تحمیل شرایط دلخواه خود در توافق احتمالی نهایی نخواهد کرد؟ با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی، اخبار این ساعت را با خبرهایی از تحولات عراق ادامه می دهیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت با توجه به چالش‌هایی که عراق با آن روبروست، نقطه تمرکز ما روی متحد کردن کشور از طریق تشکیل دولت جدیدی است که توسط همه جوامع عراقی مورد حمایت قرار بگیرد و آمادگی ایجاد پیشرفتی عملی و قابل اجرا داشته باشد. ما انتظار داریم ائتلاف‌های سیاسی وارد مذاکرات برای تعیین دولت بعدی عراق بشوند. ما معتقدیم رهبران دولت بعدی عراق باید قادر باشند حمایت همه جوامع را کسب کنند و کشور را متحد سازند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد بسیاری از مقام‌های ارشد آمریکایی امیدوار بودند شاهد رفتن مالکی باشند.
نیویورک تایمز افزود مالکی با مخالفت سفت و سختی برای دور سوم خود از سوی رقبای شیعی و دو جناح غالب عراق یعنی عربهای سنی و کردها مواجه است. برکناری مالکی در بحبوحه آنچه که انتظار می رود یک روند طولانی برای تشکیل یک دولت ائتلافی باشد کار دشواری خواهد بود، روندی که می تواند ماها به درازا کشیده شود. در واشنگتن احتمالاً به نتایج به عنوان علامت نگران کننده برای عراق نگریسته می شود، چرا که بسیاری از مقامهای ارشد آمریکایی امیدوار بودند شاهد رفتن مالکی باشند. نیویورک تایمز می افزاید حالا هم بسیاری استدلال می کنند که مالکی کشور را تجزیه می کند و سیاستهایی را به پیش می برد که با تشدید اختلافات فرقه‌ای کشور را در آستانه یک جنگ داخلی دیگر قرار داده است. سیاست‌هایی همچون دستگیری گسترده سنی‌ها تحت عنوان مبارزه با تروریسم. انتظار می‌رود حکیم و صدر که هر دو مخالف یک دور دیگر نخست وزیری مالکی هستند به همراه هم در پی حمایت کردها و اعراب سنی باشند تا برای تشکیل دولت با هم متحد شوند. نیویورک تایمز در ادامه می‌افزاید انتخابات عاری از اتهامات تقلب نبود و مقام‌های سنی اتهاماتی مطرح کردند مبنی بر این که نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان مانع رأی دادن سنی‌ها شدند. صالح مطلق معاون نخست وزیر که یک سنی است گفت ما از سازمان ملل، شورای امنیت و سایر نهادهای بین المللی خواستار یک تحقیقات بین المللی در مورد تقلباتی هستیم که دولت و شبه نظامیان آن انجام دادند تا نتایج را به نفع خود کنند. با اعلام نتایج عراق برای آنچه که میتواند دوره‌ای از مذاکرات طولانی، خشونتبار و به هم ریخته برای تشکیل دولت جدید باشد آماده میشود. روزنامه فرانسوی لوموند نوشت نوری مالکی در انتخابات عراق به یک موفقیت نیمبند دست یافته است. بر اساس نتایج انتخابات لیست دولت قانون حزب نوری مالکی از 328 کرسی مجلس عراق صاحب 92 کرسی شده است. برخی از ناظران خارجی نوری مالکی را به دستکاری در انتخابات و تقلب در آرا متهم می کنند. لومون تاکید کرد رقبای سیاسی مالکی به راحتی اجازه نمی دهند که ائتلاف به این شکل بگیرد. از نظر رقبا و منتقدان سیاسی مالکی یک دوره نخست وزیری دیگری برای او به دیکتاتوری منجر می شود. مخالفان نوری مالکی می گویند که ائتلاف دولت قانون باید کاندیدایی به جز نوری مالکی را برای پست نخست وزیری معرفی کند. به گزارش تلویزیون البغدادی فراکسیون الوطنیه به ریاست عیاد علاوی تاکید کرد که یک تیم از وکلای عراقی و بین المللی برای پیگیری شکایت های انتخاباتی تشکیل داده است. انتصار علاوی عضو این فراکسیون گفت کارت‌های الکترونیکی وسیله اصلی تقلب بوده است. از جمله برخی از فراکسیون‌ها کارت‌هایی برای درگذشتگان صادر کرده بودند که به نفع فراکسیون مشخصی با آنها رأی داده شده است. خبرگزاری نینای عراق گزارش داد حمید کسار زوبعی نماینده پارلمان عراق از ائتلاف متحدون به ریاست اسامه نوجیفی اعلام کرد ائتلاف متحدون نسبت به تقلب در نتایج انتخابات پارلمان شکایت خواهد کرد و همه راه‌های قانونی را برای اجرای عدالت دنبال خواهد کرد. رادل دهلکی نماینده پارلمان عراق از ائتلاف العربیه گفت ائتلاف العربیه دلایل و اسناد و مدارکی دارد که تقلب در انتخابات را نشان می‌دهد، زیرا این منطقی نیست که این ترکیب از جامعه در پایتخت فقط تعداد انگشت شماری نماینده داشته باشد. جواد الجبوری سخنگوی فراکسیون احرار وابسته به مقتدا صدر گفت نتایج انتخابات برای ما غافلگیر کننده بود، چرا که نه با واقعیت‌ها مطابقت داشت و نه با قرائت اولیه از نتایج انتخابات که انتظار آن می‌رفت نتایج طوری بود که گویا از قبل برای یک فراکسیون مشخصی طراحی شده بود. ما از سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز خواسته ایم که واقعیت‌ها را بررسی کنند. امیر الکنانی از فراکسیون الاحرار نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت چرا در مناطق ناآرام
و مناطقی که آب خانه‌های مردم را گرفته بود، میزان آراء دولت قانون به بیش از 90% بالغ شده. چطور ممکن است دولت قانون که متهم است این مناطق را عمدن دچار آب گرفتگی کرده، در این مناطق بالای 80% رأی بیاورد؟ شان محمد طه، عضو پارلمان عراق از ائتلاف کردستانی، به روزنامه شرق الوسط گفت: موضع ما و شرکای قدرتمندی مثل جریان صدر، الوطنیه و متحدون عدم تکرار دور سوم نخست وزیری مالکی است. حمید بافی، عضو ائتلاف کردستان، نیز به خبرگزاری نینای عراق گفت: مردم کردستان امروز به روی رهبران سیاسی خود فشار می آورند که مطلقاً با مالکی ائتلاف نکنند. به گزارش تلویزیون البغدادیه، ائتلاف عرب کرکوک کمیساریای انتخابات عراق را متهم کرد که به دلیل تحویل ندادن گزارش شمارش اولیه آرا در مراکز رأی‌گیری و همچنین به خاطر توقیف بیش از 160 صندوق انتخابات از آراء رأی‌دهندگان عرب در منطقه الرشا و الریاض قانون را نقض کرده است. جنبش مردمی عراق در بیانیه‌ای به مناسبت اعلام نتایج انتخابات خواستار تشکیل ائتلافی با شرکت همه فراکسیون‌ها و نیروهای سنی برنده در انتخابات برای نمایندگی اهل تسنن در عراق شد. دکتر طه همدان، سخنگوی جنبش در شش استان بپاخواسته، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: در این انتخابات تقلب زیادی شده است و از طریق این تقلب‌ها می‌خواهند حذف و به حاشیه راندن اهل سنت در عراق را تکمیل کنند. به گزارش تلویزیون العربیه، سلمان جمیلی، یکی از رهبران ائتلاف متحدون، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نتایج انتخابات رأی دهندگان عراقی را به طور واقعی نمایندگی نمی کند. به افسود ماسی ملاحظه و نقض قانون را ثبت کردیم و برای یک تحقیق واقعی و همه جانبه و با نظارت بین المللی فراخوان دادیم تا در آرا به نفع یک فراکسیون تقلب صورت نگیرد. تلویزیون البغدادیه 19 می 2014 29 اردیبهشت ماه همزمان با اعلام نتایج انتخابات عراق گزارش داد: یک نیروی ویژه وابسته به دفتر نخست وزیری مالکی با خودروهای زرهی شماری از طلبه‌های حوزه نجف، به ویژه طلبه‌های پاکستانی شاگردان آیت الله بشیر نجفی، را بازداشت کردند. البغدادی افزود: مرجع بالاتر یعنی آیت الله سیستانی طی بیانیه‌ای که دفتر ایشان صادر کرده، این برخوردهای غیر اخلاقی را محکوم کرده است، چرا که از یک دیکتاتوری فردی خبر می‌دهد که می‌خواهد همه چیز را در دست خودش داشته باشد. به گزارش تلویزیون رافدین، شیخ عبدالقادر النائل، سخنگوی جنبش مردمی در رمادی، درباره عملیات نیروهای عشایر گفت: روز سه‌شنبه نیروهای مالکی قصد داشتند از چندین معبر به رمادی تهاجم کنند، اما انقلابیون نظامیان مالکی را از پشت و قسمت میانی آنها مورد حمله قرار دادند و خسارت‌های سنگینی بر آنان وارد کردند. در منطقه ملعب 19 خودرو شامل تانک و هاموی و زرهی‌های دیگر به طور کامل منهدم شدند و یک هلیکوپتر بدون سرنشین مورد اصابت قرار گرفت و سرنگون شد. در حال حاضر عملیات پاکسازی این مناطق از نظامیان مالکی در جریان است. به ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. عفو بین‌الملل رژیم ایران را به توقف اعدام دو زندانی سیاسی هموطن عرب خوزستانی فراخواند. عفو بین‌الملل در فراخوان روز چهارشنبه خود اعلام کرد که اعدام برنامه ریزی شده دو عرب ساکن اهواز در روز پنجشنبه 22 می که وادار به اعتراف تلویزیونی شدند و در محل نامعلومی نگهداری می شوند به سخره گرفتن تمام عیار عدالت است و باید فوراً متوقف شود. عفو بین‌الملل اعلام کرد مقام‌های رژیم ایران به طور مرتب افراد را وادار به اعتراف به جرائمی می‌کنند که مرتکب آن نشده‌اند. آنها پس از محاکمات عمیقاً ناعادلانه به پای چوبه دار برده می‌شوند.
رژیم ایران تمامی قوانین را نقض می‌کند و متهمان را از یک محاکمه عادلانه و از اصل براءت محروم می‌کند. عفو بین‌الملل افزود علی جبیشات و سید خالد موسوی در نوامبر 2012 بدون حکم بازداشت دستگیر شدند. آنها بیش از 7 ماه بدون دسترسی به دنیای بیرون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شدند. گمان می رود که آنها مورد شکنجه و بدرفتاری های دیگری نیز قرار گرفته باشند. خبرگزاری رویتر گزارش داد رژیم ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکرات خود را به پایان رساندند و هیچ علائم اولیه‌ای از پیشرفت ظاهر نشد. منابع دیپلماتیک گفته بودند آژانس و رژیم ایران قرار بود بر سر درخواست‌های آژانس برای کسب اطلاعات درباره چاشنی‌ها گفتگو کنند، چاشنی‌هایی که می‌توانند برای انفجار هسته‌ای به کار بروند. روزنامه USA Today نوشت بحث بر سر صدها سوالی است که آژانس در سال 2011 آن را مورد تاکید قرار داد و هرگز پاسخ داده نشدند. به نوشته این منبع گزارش آژانس از جمله شامل شواهدی بود که نشان می‌داد رژیم ایران روی طراحی چاشنی قابل استفاده در کلاهک موشک‌های دوربرد شاب 3 کار کرده است. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی گفت که پاسخ‌های رژیم ایران ضروری است تا غرب بتواند دریابد در صورت نقض توافق رژیم ایران چقدر به یک آزمایش هسته‌ای یا به یک بمب نزدیک است. آلبرایت تاکید کرد با وضعیت کنونی امیدی برای پاسخ دادن به هیچ یک از ابهامات باقی مانده وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویتر، مقامات رسمی آمریکایی خواستار بیش از 5 میلیارد دلار جریمه از بزرگترین بانک فرانسوی BNP هستند. این گزارش می‌افزاید گفتگوها برای توافق نهایی در جریان است و رقم جریمه نهایی ممکن است تغییر کند. این بانک فرانسوی مدت هاست در حال مذاکره با مقامات آمریکایی است که به خاطر نقض قوانین تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم ایران، سودان و چند کشور دیگر بیش از 3 میلیارد دلار جریمه بپردازد. فاصل جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح رژیم خطوط قرمز رژیم در رابطه با طرح موضوعات نظامی و موشکی در مذاکرات هسته‌ای را یادآوری کرد و گفت اجازه عبور آمریکایی‌ها و دیگران را از خط قرمز خود نمی‌دهیم و اگر لازم باشد با آنان برخورد خواهیم کرد. وی در ارزیابی مذاکرات 3 روزه وین 4 و فرجام آن اظهار داشت آمریکا با علم به این مسئله که تجهیزات نظامی و دفاعی خطوط قرمز غیر قابل عبور برای نظام محسوب می شود با هدف فشار بر تیم مذاکره کننده نظام در صدد باج‌خواهی و امتیازگیری بیشتر در موضوع هسته ای است. محمد رضا پور ابراهیمی عضو مجلس ارتجاع از کرمان با حمله به دستگاه وزارت خارجه آخوند روحانی گفت مطلب بعدی در خصوص وزارت امور خارجه است. در حوزه پرونده های قضایی ما که متاسفانه آمریکایی ها برخلاف تمام معاهدات بین المللی امروز دارند در خصوص کشور جمهوری اسلامی اقدام ظالمانه و خصمانه انجام میدن هیچ اثری نمیبینید. معاونت حقوقی و بین الملل ریاست جمهوری چیکار میکنه تو این کشور؟ چندی پرونده قضایی در خصوص موارد مربوط مالی بانک مرکزی ما در اروپا در کشورهای آسیایی تشکیل شده اما هیچ اثری و تحرکی در وزارت امور خارجه برای پیگیری موضوعات حقوقی ما انجام نمیشه. پاسار لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع در جلسه علنی روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای برخی از افرادی که تحت عنوان مفسد اقتصادی دستگیر شده اند حکم اعدام صادر شده است. نسبت به مفاسد اقتصادی باید حساس بود، مجلس هم باید حساس باشه و باید پیگیر باشه. دردمندی شما هم درست است. در قوه قضاییه هم موضوع رو داره دنبال میکنم، پرونده هم حکم صادر شده. همین آقای سراج که الان بازرسی کل کشور هست، ایشون احکام این افراد فاسد رو صادر کرده، بعضیشون به اعدام محکوم شدن.
به خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه توجه فرمایید. احمد جربار رئیس ائتلاف ملی سوریه با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرد. فرانسوا اولاند در یک کنفرانس مطبوعاتی بعد از این دیدار گفت ما درباره امکان دستیابی ائتلاف ملی سوریه به وسایلی که بتواند از خودش دفاع بکند گفتگو کردیم، نه فقط در برابر رژیم اسد، زیرا ارتش آزادی سوریه اکنون با نیروهای تروریستی متعددی در نبرد است. فرانسوا اولاند در حمایت کامل و تمام عیار فرانسه از ائتلاف ملی تأکید کرد و گفت فرانسه ائتلاف ملی سوریه را نماینده مشروع مردم سوریه می داند. من همچنین تأیید کردم که سفارت سوریه در فرانسه در اختیار ائتلاف قرار گیرد. رئیس جمهور فرانسه افزود هر روز در سوریه قتل عام‌هایی صورت می گیرد. رژیم سوریه از همه تسلیحات ممکن و بعضاً از بدترین آن برای کشتار مردم سوریه استفاده می کند و از کمک نیروهایی در خارج از سوریه برخوردار است. این دلیل دیگری برای حمایت ما از ائتلاف ملی است. احمد جربار رئیس ائتلاف ملی سوریه نیز گفت زمان آن است که حمایت مورد نیاز از ما صورت گیرد تا بازوی نظامی من را تقویت کنیم و بتوانیم با تمامی افراطیون و تروریست ها و در رأس آنها بشار اسد مقابله کنیم. جربا افسود بشار اسد می خواهد بر روی جمجمه های مردم سوریه به حکومتش ادامه دهد و ما به رغم امکانات محدودمان در حال با تروریسم بشار اسد هستیم. با حزب الله می جنگیم، با مزدوران اعزامی از عراق می جنگیم که توسط سپاه پاسداران رژیم ایران پشتیبانی می شوند. 58 کشور با پیشنهاد فرانسه مبنی بر ارجاع پرونده جنایت‌های رژیم سوریه به دادگاه کیفری بین‌المللی موافقت کردند. پل سیجر نماینده سوئیس در سازمان ملل در نامه‌ای به نیابت از این 58 کشور اعلام کرد که این کشورها طرح فرانسه را تایید می‌کنند. قرار است شورای امنیت روز پنجشنبه به این طرح رأی دهد. برخی از دیپلمات‌ها پیش‌بینی می‌کنند که روسیه و چین برای مقابله با این طرح از حق وتو استفاده کند. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه تلویحاً اشاره کرد که روسیه این طرح را وتو خواهد کرد. تلویزیون الجزیره گزارش داد که شهر حلب و هومیان به طور وحشیانه توسط رژیم اسد در حال بمباران شدن است. هواپیماها و هلیکوپترهای جنگی لحظه ای آسمان این شهر را ترک نمی کنند. نظامیان اسد با بیش از 40 بشکه انفجاری شهرک ها و مناطق مسکونی حومه حلب را بمباران کردند. در یک جنایت جنگی دیگر یک بیمارستان صحرایی در شهرک تل رفعت را مورد هدف قرار گرفت. بر اثر این بمباران ها ده ها تن از شهروندان سوری کشته و زخمی شدند. گردان های اپوزیسیون سوریه در حلب در چندین جبهه با نظامیان اسد درگیر شدند و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند. رزمندگان سوری چندین موضع نظامیان اسد را در منطقه راشدین تصرف کردند و در حومه حلب حداقل 25 تن از نیروهای دشمن را از پای درآوردند. از سوی دیگر در استان هما گردانهای اپوزیسیون سوریه حمله نظامیان اسد به شهر مورک را در هم کوبیدند و یک تانک و چند زرهی دشمن را منهدم کردند. شماری از ساکنان دونتسک به درخواست رینات احمدوف ثروتمندترین مرد اوکراین برای برقراری صلح و آرامش در شرق این کشور پاسخ مثبت دادند. رینات احمدوف روز سه‌شنبه از 300 هزار نفری که در کارخانه ها و معادنش مشغول به کار هستند خواست علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه تظاهرات مسالمت آمیز برپا کنند. به آخرین خبر امروز توجه فرمایید. چند انفجار مهیب شهر جاس در مرکز نیجریه را لرزاند. تا کنون جسد 118 قربانی این حادثه پیدا شده و احتمال می رود اجساد دیگری در زیر آوارها مدفون باشند. این انفجارها در منطقه پر رفت و آمد شهر رخ داده.
و گروه بنیادگرای بوکو حرام مظنون اصلی طراحی این حمله تروریستی است. این همان گروهی است که حدود 270 دختر دانش آموز را در نیجریه ربوده است. آنها مخالف آموزش دختران هستند. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان میرسد. تا بخش بعدی خبر به اتفاق همکارم همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همه شما. سلام، بنده موشکاف چند وقت پیش خدمت رسیدم و گفتم کار این عظم و کپک نظام داره به جاهای باریک میکشه. ظاهراً ولی فقیه زوار در رفته نظام این حرف بنده رو شنیده و برای اینکه کارش به جای باریک نکشه پهن‌ترین مهره نظامشو وارد صحنه کرده. بله درست حد زدی، سر تشتک گامبوی ولایت گروهبان گارسیای فیروز آبادی. بادی 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 آباد 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 آباد. یه وقت فکر نکنید این سازمان گوشت متحرک برای شاخشونه کشیدن علیه استکبار جهانی به میدون اومده ها. نه بابا، این بشته ولایتم داره از زهر تحمیلی سرریز میشه. بله جناب جنرال واسه خط نشون کشیدن علیه دلواپسان و ترمز بریده های باند خامنه به میدون اومده. یعنی یه چنین وضعیت آشولاشی داره عظما. همه باید به دولت کمک کنن. اگر سنگ اندازی کنیم، چوب لای چرخ بگذاریم، معلوم است که کار پیش نمی رود و به چشم انداز هم نمی رسیم. بعضی اخبار بی ارزش و تفرقه انگیز هستند. بعضی ها هم شایعه، تهمت و بی مبنا هستند. من خطی و سیاسی عرض نمی کنم. حتی رسانه هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبطند خطا می کنند و برابر مشی و منویات رهبری حرکت نمی کنند، باید روششان را اصلاح کنند و الا ما با آنها برخورد می کنیم. بله سید علی بافور دید با روزخونی حریف این نوچه های قاد زدش نمیشه. این بود که سرلشگر بیلشگرش یعنی فیروز آبادی رو فرستاد تو گود تا شاید با توپ و تشر و تهدید به برخورد بتونه یه نسقی از این دلواپسان چموش بگیره. اما از اونجایی که کرک و پر ولایت ریخته، دلواپسا واسه این بادکنک ولایت ترم خورد نکردن و معاون همین فیروز آبادی رو کوک کردن تا جواب رئیسش رو اینجوری بده. ما اجازه عبور آمریکایی ها و دیگران رو از خط قرمز خود نمی دهیم و اگر لازم باشد با آنان برخورد خواهیم کرد. عجب برخورد تو برخوردی شد آقا. این به این میگه برخورد میکنیم، اونم به این یکی میگه برخورد میکنیم. این پاچه اونو گاز میگیره، اینم گوشه اون یکی رو میکشه. این وسط جسم ناقص ولایته که زیر دست و پای این جماعت خورد و خاکشیر میشه. زهری که یه جرعش چنین علم شنگهی تو نظام برپا کرده، ببین جرعه های بعدیش چه به سر نظام ولایت میاره. با آقای
موشکان.